مهندس شاهین نژاد که از پیش با ایشون آشنایی داشتین و دوست عزیزی رو داریم از کشور تاجیکستان. البته خودشون در مسکو الان هستن، از کسانی هستن که شاید خودشون خیلی متواضع هستن و میگن نگیم پژوهشگر، ولی کسانی که در تاجیکستان و در حیطه زبان فارسی در تاجیکستان فعالیت دارن حتما نام ایشون خیلی خوب میشناسن. آقای امید جیهانی از پژوهشگران فعالان فرهنگی و از کسانی که در زمینه ثبت نوروز در مسکو فعالیت زیادی کردن تا تونستن این جشن ملی رو در مسکو هم به ثبت برسونن. به هر دوی مهمانان خوش آمد میگیم. امید گرامی خوش آمدی. سپاسگزارم و درود بر شما و بینندگان و تماشاگران شما. درود بر شما و درود همچنین بر امید ارجمند و هم میهنان گرامی و هم تباران و هم زبانان که بیننده برنامه. من پیشاپیش پوزش میخوام که به خاطر اینکه در سفرم تصویرم مقداری تاریک و سایه روشن داره، به هر حال از بابت پایین بودن کیفیت تصویر من پوزش میخوام. درود بر شما. شما بودنتون همین اندازه پررنگ و بو هستش که زمینه پس زمینه خیلی مهم نباشه، حتما همه دوستانم اینو میدونن. خب وقتی که بحث زبان شد و مهمانمون رو به واسطه زبان فارسی معرفی کردیم، حتما موضوع برنامه هم بر دوستان آشکار شده، میخوایم بار دیگه بحثی رو آغاز بکنیم و این بار همراه با یکی از دوستان ارجمندمون از کشور تاجیکستان در زمینه زبان فارسی، که خیلی ها و در تاجیکستان اون رو به نام زبان تاجیکی میشناسن. امید گرامی، میخوام خودتون توضیح بدین که نام زبان تاجیکی از چه زمانی در واقع نام رسمی زبان فارسی در کشور تاجیکستان شده؟ با درود بر شما و بینندگان و دوستان ارجمند، عرض کنم که زبان ما که همان فارسی هست تقریبا تا اواسط دهه 30 میلادی همچنان فارسی نامیده میشد. دلیل تاجیکی نام گرفتنش هم مبارزات سیاسی بود و پیامد اون پدیده‌های سیاسی بود که در اتحاد شوروی صورت می‌گرفت. دقیقاً زمانی بود که تاجیک‌ها برای هویت خودشون داشتن با ترکستان در مبارزه بودند، اصلا قرار نبود جمهوری به نام تاجیکستان پدید بیاد و این بود که با یک راهی باید وجود تاجیک‌ها رو در اون سرزمین ثابت می‌کردن که تونستن یک جمهوری بسازن. و ولی مبارزات بعدی در این شد که بعضی ها می‌خواستن که حالا بگن که تاجیک‌ها چون تازه پدید اومدن، یعنی تا این سال 1924 هم وجود نداشتن، نمی‌دونم از ماه اومدن یا از مریخ رو افتادن، براشون باید یک زبانی درست بکنن و یک زبان ادبی بشه اونم از این چیزا. یعنی اینا اومدن تمامی اون داشته های 1100 ساله ای ما رو یا 1200 ساله ای ما رو مدیده گرفتن، فرهنگ ما رو، تمدن ما رو، زبان ما رو، ادبیات ما رو، و خواستن برامون یه چیز درست بکنن. در اون شرایط غیر از این هم نمی شده. اینجوری که ما از کتابا میخونیم میبینیم که در واقع باید یک جوری به این ملت هویتی میدادن، باید یک تعریفی از این میکردن که بتونه برای خودش کشور داشته باشه. این شده که وقتی که میگفتن مثلا ما تاجیکیم، زبان ما فارسی است، بهشون میگفتن شما ایرانی‌های هستید که از ایران به عنوان غلام آورده شده و اینجا بعد برگردید بریم ایران خودتون. یه همچین داستان‌ها مزخرفی بوده. البته که در اون زمان تمام این زد و خوردها فرهنگی یا هر جوری که بوده تو سمرقند و بخارا شکل می‌گرفته و بیشتر به سرزمین امروزی تاجیکستان مربوط نمی‌شده. من نمی‌دونم به چه دلیلی پان ترکستان به تاجیک‌های بخارا و سمرقند می‌گفتن ازبک، یا ترکایی که زبانشون رو از تاثیر ادبیات فارسی از دست دادن. شاید حالا چشای بادامی و زیبای مردم بخارا و سمرقند دلیل شده باشه، ولی مردم مثلا ختنان و بدخشان که چشای بزرگ دارن، شبیه هم به شباهتی به ترکا ندارن. نمیدونم این از کجا اینجوری پیدا شده که به ما گفتن ترکای فارسی زبان شده.
این خاطر وقتی که میگفتن که حالا ما چون تاجیک هستیم زبان ما باید تاجیکی باشه. حالا که یک جنجال‌های هم بوده بین خود ادبیات شناسا و خود سیاستمدارای اون دوره که میگفتن زبان تاجیک‌ها تا قرن 16 میلادی با ایرانی‌ها یکی بوده، بعد از اون جدا شده و حالا باید براشون یک زبان عربی درست بکنیم. از این صحبت‌ها اینا کلش میاد پیش زمینه‌های بوده برای اینکه یک اصطلاح سیاسی به نام زبان تاجیکی پیدا بشه، ولی برای نخستین بار به طور رسمی زبان تاجیک‌ها فکر کنم در سال 1937 یا 38 تاجیکی نامیده شده باشه، یعنی در قانون اساسی دوران استالین تاجیکستان هم جمهوری شوروی شده بود و زبانش رو هم به رسمیت شناختن گفتن تاجیکی. حالا این زبان تاجیکی چه تفاوتایی با زبان فارسی دارد؟ اینجا رو دیگه کارهایی هست که از سال 1940 به بعد صورت گرفته، از زمانی که الفبای تاجیکا رو از لاتین به روسی یا به سیریلیک تبدیل داده بودن. با اینکه شما میگین که خب این یک عملکرد سیاسی بوده یا اینکه نتیجه یک عمل یا یک خاص سیاسی بوده، امروز در کشور تاجیکستان، زمانی که خب من خودم هم در تاجیکستان وارد شدم، خیلی ها رو میبینیم که این به عنوان یک هویت هنوز هم میدونن که ما درباره تاریخ و زبان مشترک صحبت میکنیم، باز هم تکیه بر نام دیگری برای زبان دارن. در واقع میخوام اینو بدونم که آیا اون چیزی که مردم امروز، مردمی که نه در نوشتار، چون وقتی که من با شما صحبت میکنم، وقتی که روزنامه‌ای میخونم یا حتی در دانشگاه کتابی رو میخونم، برای من ایرانی یا یک نفر از افغانستان کاملا قابل فهمه، ولی وقتی که وارد صحبت کردن میشیم، گاهی اوقات گویش ها یا واژگانی رو میشنویم که شاید اینها خیلی برای یک نفر تازه وارد آشنا نباشه و اونها اصرار دارن که نام این زبان تاجیکی هسته. من یک تجربه‌ای که داشتم برای زمانی که وارد تاجیکستان میشدیم، مثلا من وقتی وارد از هواپیما میام بیرون در فرودگاه قدیم دوشنبه، افرادی اونجا ایستاده بودن، خب ما انتظار داشتیم وارد کشور فارسی زبان میشیم و یک جایی رو اجاره میکنیم، با جایی رو که فریاد میزدن چیزهایی بود شبیه به این که کوارتر یا هاولی، کوارتر هاولی، یک چیزی شبیه به این که شاید برای ما خیلی عجیب بود این، و اونها میگفتن ما همزبانیم، این ولی ما تاجیکی حرف میزنیم. این چیه؟ این اختلاف از کجا میادش؟ آیا این تفاوت در گفتار اونها وجود داره و یک چیز غلطه، یا اینکه میشه این چیزی که اونها صحبت میکنن در واقع همون زبان تاجیکی هستش که یک شاخه جدا شده از زبان فارسی هستش؟ نه خیلی، ببینید خود زبان فارسی برای تاجیک‌های امروزی زبان مادری و زبان ملیشونه، ولی اگر برگردیم به 1300 سال پیش می‌بینیم که نیاکان تاجیکان در واقع 3-4 تا زبان مختلف داشتن. زبان سغدی داشتن، بودند مرکان بخارا امروزی تا بخشی از شمال تاجیکستان، زبان بلخی داشته بودیم منطقه ختلان امروزی مون، و زبان‌های پامیری که هنوز هم در پامیر در بدخشان تاجیکستان زنده هستن. و در واقع تاجیک ها 1300 سال پیش فارسی زبان شده بوده اند، یعنی از یک زبان مادری خودشون به یک زبان دیگری از زبان های ایرانی تکلم کردن و شدن فارسی زبان. البته که این روندش یک روند طولانی بوده و هنوز هم که هنوز تاجیک ها زبان های مادری خودشون رو نگه داشتن، از جمله 7 زبان در پامیر داریم و زبان یغنابی هم داریم در منطقه حصار تاجیکستان. میخوام اینو بگم که تفاوت ها بین فارسی ایران و فارسی تاجیکستان از روز اولی که تاجیک ها فارسی زبان شده اند وجود داشتند. اینا بیشتر وانواژه های سغدی و وانواژه های تلخی یا دیگر بوده اند در زبان فارسی،
یه خورده هم وقتی که مردم میاد زبان مادریشو مهر میده از یک زبان به زبان دیگه برمیگرده، اون سبسترات یا زبان قدیمیشو هم نگه میداره. این هست که در گفتار تاجیکا جمله بندی های یک مقدار و خیلی هم کم تفاوتی دارن با واسه معیار تاجیک ایران. اما این همزبانی که ما با شما میگیم بیشتر روی زبان نوشتاریمون ما همزبان هستیم، نه روی زبان گفتارمون. مثلا زبان نوشتاری فارسی یا زبان معیار ایران اگر بگیم، دنبالای همون زبان نوشتاری 100 سال پیش، 800 سال پیش و 1000 سال پیشه. هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط واژه‌هاش کم و بیش فرقی نمی‌کنه. این زبان برای همه فارسی زبان‌ها یکسانه، کلاً یکسانه. ما هر چی بخوایم بنویسیم همونه. ولی از 70 تا 90 سال پیش که روند معیارسازی زبان در ایران و در تاجیکستان با دو راه مختلف رفته، این تفاوت‌ها اومدن نهادینه شدن. مثلا در ایران میگن دارم میرم، در تاجیکستان میگن رفته ایستاده ام. اینا در واقع دو تا پدیده گویشی بودن، یکی از گویش مثلا سمرقند و بخارا بوده، یکی از گویش تهران بوده که اون وارد زبان نوشتاری شده. قبل از این همچنین یک زمانبندی های فعل در زمان یاد اهمیتی نداشتن. اما این راه معیارسازی در ایران و تاجیکستان که از هم جدا بوده، دو تا گونه جداگانه از زبان رو شکل داده. در تاجیکستان که خواستن زبان رو ساده بکنن، پریمیتیوش کردن، خیلی خیلی سادهش کردن. در ایران که خواستن زبان رو ساده بکنن، راه بهتری رو رفتن و این زبان ساده شده دوران مثلا قاجار اومد شد یک زبانی که در ایران شده زبان معیار. ما در تاجیکستان این راه رو نرفتیم متاسفانه، چون یک زبان بدتری بود در زمان شوروی، زبان روسی بود و اون تمامی تأثیرش بر زبان ما رسونده. اون واژه هایی که الیکا جان گفتم مثلا کوارتیرا، در واقع یه وانواژه روسی است. کوارتیرا یعنی که اتاق، یعنی آپارتمان. حالا در ایران هم آپارتمان وانواژه فرانسه است. یعنی بیشترین تفاوت‌های فارسی و تاجیکی امروز برمیگرده به وانواژه‌های بیگانه‌ای که در این دوتا زبان یا در این دوتا گونه از زبان فارسی رایج هست. ولی اصل زبان، دستور زبان زیاد فرق نمی‌کنه. از این خاطر ما میگیم که ما همزبانی، ما یک زبان داریم. فقط گونه‌های زبانی تفاوت دارن. من در حقیقت تکمیل سخنان امید گرامی خواستم این را اضافه کنم در ارتباط با مسئله زبانهایی که در آسیای میانه گفتگو می شده در قرنهای بسیار دور. چون ما زبانهای ایرانی را عمدتاً به دو دسته زبانهای شرقی و غربی تقسیم می کنیم، در زبانهای شرقی همچنان که امید جان گفت زبان خوارزمی رو داریم، زبان پامیری رو داریم، زبان بلخی رو داشتیم و زبان اوستایی. حتی زبان اوستا از زبان‌های شرقی فلات ایرانه و بعد زبان‌های مثل پارسی، دری یا پهلوی که زبان دوره میانی اشکانیان و ساسانیانه و خیلی زبان‌های دیگه، تاتی و تالشی و کردی و بلوچی، اینا از زبان‌های غربی فلات ایرانه. شما تفاوتی که الان اشاره کردید در برخی از واژگان که حس میکنیم واژه محلی است، در تاجیکستان آدم میشنوه و در ایران وجود نداره، من فکر کنم اون تفاوت رو خیلی شاید شدیدتر درون خود ایران ببینیم. مثلا از یزد شما به دسپول برید، دسپولیا واژه هایی دارند، دسپولیا فارسی زبانند، واژگانی دارند که این واژگان برای یزدی قابل درک نیست، برای شاهرودی قابل درک نیست. چرا؟ برای اینکه بخش قابل توجه از واژگان پهلوی در با تلفظ خودش در زبان پارسی دسپولیا مونده، زبان وارداتی نیست، زبان ایرانی، زبان پهلوی است. حالا ما به گونه‌ای میگیم، اونا به گونه‌ای دیگری و شما این تفاوت رو به هر حال میبینید. در فکر کنم یه مطلبی هم که امید جان گفت خیلی نکته مهمی بود، چون زبان روسی زبان رسمی بود در تمام این سالهای جنگ سرد و دور استالین، طبیعتاً کار تئوریک نیرومندی روی زبان
پارسی یا تاجیکی در تاجیکستان یا در منطقه سغد یا سمرقند و بخارا نشد، اما در ایران به خاطر تشکیل فرهنگستان زبان فارسی در دوره رضا شاه و بعد محمد رضا شاه اتفاقی که افتاد، برخی از واژه‌های کهن ایرانی که مشترک بود بین همه زبان‌های ایرانی اینا در واقع بازیافت پیدا کرد. مثلا برای پلیس در ایران واژه شهربانی رو گذاشتن، ولی این واژه ساخته نشده بود، این واژه فقط توافق شد. چرا؟ برای اینکه ما در زمان ساسانیان شهربان داشتیم. همین واژه دادگستر واژه مندرآوردی نبود، دادگستری به جای عدلیه یا قوه قضاییه، در حقیقت دادگستری دقیقا از واژگانی اومده بود که همین ترکیب در ایران پیش از اسلام به کار میرفت. تاجیکستان من فکر کنم وارد این دوره نشد به خاطر شرایط سیاسی ویژه که حکم فرما بود، از این روی مقداری تفاوت در واژگان به دست اومد. بله، اثر و تاثیر زبان روسی بر زبان فارسی تاجیکا بسیار بسیار سخت بوده، بسیار سنگین بوده، در جایی که ما هنوزم که هست این اثر و تاثیر رو میبینیم. در واقع خود دستور زبان تاجیکی روبردار از دستور زبان روسی هست. یه دلیل این که میگن تاجیکی زبان جداگانه هست همینه. میخواستم اینو حتما یادآوری بکنم، بگم که اون چه که در تاجیکستان به رسمیت زبان تاجیکی خوانده می شود به این دلیل است که زبان تاجیکستان، فارسی تاجیکستان دستور زبان جداگانه ای دارد. علاوه بر این که رسم الخطش سیریلیک است و جدا هست، دستورش هم جداست. این بازم برمی گرده به همون دوران معیارسازی در ایران و تاجیکستان که از هم جدا بوده. در اون روزگار که زبان تاجیکی رو برایش دو تا الفبا درست کردن، یکی لاتینی و یکی سریلیک، در ایران هم زبان فارسی هنوز دستوری نداشته. من هنوزم که هنوز دنبال یک دستور زبان فارسی میگردم پیدا نمی کنم. یه همچنین کتابی نیست. گرامر زبان فارسی امروز رو برای من فارسی زبان دقیق و واضح نشون بده. یعنی با اینکه 70 سال گذشته یا 90 سال گذشته از تأسیس نخستین فرهنگستان، هنوزم دستور زبان معیار وجود نداره در ایران. و چون در ایران هم نبود اون زمان، در تاجیکستان هم که وجود نداشت برای زبان فارسی یک دستور معیار، مالن یک دستوری از روسی براش کرده برداری کردم، درست کردم و شد زبان عربی حاضره تاجیک. بهش اینجوری میگفتن، اولی که زبان عربی فقط مربوط به ادبیات میشه، یکی از گونه های زبان معیار هست، ولی در تاجیکستان یه مقدار تفاوت داره. ببینید، ما خودمون فارسی زبان هستیم، ما 4 تا گویش تاجیکی داریم در تاجیکستان و این گویش ها برای یکی دیگرشون اول که کاملا قابل فهم هستن. یعنی من فارسی زبان که از مثلا شهرستان درواز هستم، یه فارسی زبان سمرقندی و بخارایی رو میفهمم حرفاشونو. البته که مشکلاتی هست، چون یه مقدار لهجه اونا ازبکی شده و یه مقدار هم لهجه ما نمیدونم، حالا یه ته لهجه پامیری دارد، ولی اینا زیاد تفاوت با هم ندارن. اینو این نکته رو باید حتما یادآوری بکنیم که زبان فارسی که در تاجیکستان گفته میشه یا رایج هست، از نگاه گویش و از نگاه لهجه خیلی یک دست‌تر از این که در ایران هست. چون که آقای شاهین گفتن که ما مثلا هر شهرستانمون برای خودشون لهجه دارن، من میدونم که مثلا لهجه ناینی هست یا گویش ناینی هست که برای من فارسی زبان مثلا قابل فهم نیست، ولی در تاجیکستان اینجوری نیست. در تاجیکستان باز هم گویشگران این 4 تا گویش یا شیوه یا لهجه اونجوری که در تاجیکستان بهشون میگن، اینا یکی دیگر رو کاملا درمیابن گفتارشون. مشکل ما این است که زبان نوشتاریمون مصنوعی تره، خیلی کتابی است، تا اینکه زبان گفتاریمون. البته که زبان گفتاریمون گفتم 4 تا گویش داریم، اینا با همدیگه تفاوت دارن و ما هم اگه بخوایم بیایم دو تا تاجیک از نقاط مختلف با هم صحبت بکنه، اگر هر کدوممون با لهجه خودمون صحبت بکنیم فکر کنم 90% همدیگه رو میفهمیم، ولی بازم یه گوشه های میمونه. این است که ما سعی میکنیم یک زبان
نوشتاری صحبت بکنیم، به یک زبان کتابی که در تاجیکستان بهش میگن زبان ادبی. خب البته در اصل موضوع هم کاملا موافقم که اینها تفاوت‌های فقط گویش و لهجه هستند و در نام و اصل زبان و یکی بودنش تفاوت ایجاد نمی‌کنه. اینها رو در واقع مطرح می‌کنیم برای اینکه دوستان پاسخ‌های سوال‌هایی رو بگیرند که شاید در تاجیکستان خیلی زیاد مطرح میشه. برای همین سوال دیگه‌ای رو می‌خوام اینجا عنوان کنم. این ساده سازی که خودتون هم اشاره بهش کردین که در واقع کمی ساده تر در تاجیکستان راه خودش رو پیمون، حالا هم میتونیم بگیم از نظر دامنه واژگان و هم از نظر دستور زبان، شاید این نظر شما در نتیجه امروزی زبان، یعنی در محصول زبان فارسی امروز در تاجیکستان مفید بوده یا اینکه داره باعث میشه تا این راه از اون راه اصلی خودش فاصله بگیره؟ چون که وقتی که ما دست به ساده سازی زبان میزنیم مشکلاتی پیش میاد. خودتونم فعال هستی، یکی از بحثایی که دیروز مطرح شد و خیلی باعث تعجب من شده بود اینه که گروهی از روشنفکران بحثایی رو مطرح کرده بودن که چرا ما باید بیایم و خیلی واژگان برگردان بکنیم به واژه‌هایی که فرهنگستان تعریف کرده، مثل همون بحث ژنراتور یا محرک بود که بعد میگفتن خب چند واژه روسیش خب من خیلی آشنا نیستم، چرا این واژگان باید در زبان حذف بشه، چرا باید برای اونها مثلا واژه جمهوری رو باید برداریم و واژه روسی معادل اون رو بذاریم. و از این بحث ها که خب دامنه زبان رو، زبان اصلی رو در واقع کاهش میده، این چه تأثیری داشته این ساده سازی در واقع در نتیجه زبان که امروز باشه؟ ما باید اینو در ذهنمون داشته باشیم که زبان فارسی در دوران قاجار و دوران منقب در ایران و تاجیکستان یک دست بوده، هیچ تفاوتی با هم نداشته. یعنی تا سال 1925 اگر ما بگیریم زبانمون کاملا یکسان بوده. از سال 1925 به بعد که در ایران حالا رضا شاه بوده و در تاجیکستان به وجود اومده، چون تاجیکستان تا 1924 میلادی وجود نداشته، زبان کاملا یکسان بود و زبان هم مال نویسندگان و علمای اون دوران بود. ملاها واسه یکدیگر می نوشتن و زبان همون زبان بود. زبان گویشی مردم تقریبا دست نخورده بود و در یه حالت یخزدهی وجود داشته. ولی از آغاز دوران پهلوی در ایران که زبان رو اومدن واقعا روش برنامه ریزی کردن، برنامه سازی کردن و ساده سازی کردن، بیشترین دستاوردها رو ایران به دست آورد، چون زبان از راه روزنامه‌نگاری بین نویسنده‌ها و خواننده‌ها ارتباط پیدا کرد و رسانه‌ها باعث شدن که این زبان برای خودش راهی در توده مردم پیدا بکنه و دولت هم که مدیریت زبان رو به دست گرفت راه درستی رو رفت. حالا تا امروز تا اینجایی که اومده زبان فارسی در ایران به نظر من راه درستی رو پیموده. حالا کم کم کمبودی‌ها اینجا اونجا هستش، یعنی نمیشه کم بود نداشته باشه، ولی به نسبت تاجیکستان خیلی بهتر رفته. در تاجیکستان برعکس شد. در تاجیکستان چون مبارزه داشتیم با پانتورکیستا که برای خودمون یک جمهوری داشته باشیم، ما عمده فرصتمون برای این درگیری صرف شد. در واقع خیلی سال طول کشید که ما تونستیم برای خودمون جمهوری درست بکنیم و بعدش هم که پاکسازی های استالین اومد، اون نویسنده های دانشمند ما رو از بین برد. اینو باید ما بدونیم که در تاجیکستان توده مردم در اون زمان بی سواد بود، خیلی هم بی سواد بود و افراد با سواد رو به بهانه ملا بودن و به بهانه فارسی خوان بودن تبعید و اعدام کردن. از جمله خانواده خود من هم خیلی از این دوران استالینی تلف داده، همشون اونا دانشمند اون زمان بودن، کسی مثلا فارسی خوان بود، یکی ملا بود، یکی نمیدونم چی بود. این بود که وقتی که زبان رو اومدن ساده بکنن، گفتن ما یک زبان کارگر و کشاورزی درست میکنیم. و زبان کارگر و کشاورزی رو چه کسایی مینوشتن؟ همون کارگر و کشاورزایی که اومدن حالا سوادی آموختن. این است که وقتی ما روزنامه های سالهای
1920 و 30 و 40 رو میخونیم در واقع یک زبان کوچه بازاری است که کتابت یافته. خیلی هم زبان مزخرفی هست، خیلی. اونم از اونجایی که بیشتر نویسنده ها بگیم توی گیومه نویسنده ها از اهالی خوجند و سمرقند و بخارا بودن، به لهجه اون شهرها می نوشتن. این بود که مثلا استاد عینی میاد میگه که ما باید از همه لهجه های تاجیکستان یا از همه لهجه های تاجیکی یک میانگینی درست بکنیم که بشه زبان ادبی، در صورتی که ایشون هرگز نگفته که ما باید برای تاجیک ها یک زبان ادبی بسازیم، چون زبان ادبی ما داریم داشتیم. این همون زبانی است که خودش هم در کتابش نمونه ادبیات تاجیکی درست کرده، یعنی اون همونه، ادبیات ما همونه. من یک کتابی رو داشتم میخونم همین دو سه روز پیش، دقیقاً این جریان رو اونجا واضح و روشن نشون میدن که چه ستمی بوده بر تاجیک‌ها، چه فشار بوده بر تاجیک‌ها تا اینکه تونستن با وضع اصطلاح تاجیکی جونشون رو از چنگال این پانتورکیست‌ها و کمونیست‌ها رها بکنن. برای دوران از سال 1924 تا 1991 زبان تاجیکی برای ما سپری بود که ما میتونستیم توسط این سپر خودمون رو از هجوم پانتورکیست‌ها و بعد کمونیست‌ها که می‌خواستن ما رو روسی زبان بکنن دفاع بکنیم. این اصطلاح در واقع خدمت خودش رو کرده. اون زمان حتی یه بحثی بود که میگفتن تاجیکا میخوان ادبیات فارسی رو یا ادبیات ایران رو به نام خودشون بنویسند و از این حرفا. این بود که مثلا استاد عینی اومده یک اصطلاح ادبیات فارسی و تاجیکی رو درست کرده، اینکه بتونیم که ما سهم خودمون رو در ادبیات فارسی نشون بدیم و در برابر این کشورک‌های مندر آورده مثل ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان ما بتونیم برای خودمون یک وسیله دفاعی داشته باشیم. ببینید وقتی که شورای اومد برای اونا درست کرد زبان‌ها رو، فکر کردن که ما هم دیروز پدید اومدیم و برای ما هم می‌خواستن زبانی درست بکنن. این بود که در اون دوران، در دوران شورایی به خصوص، در دوران و تا حکومت گارباچوف، زبان تاجیکی یک اصطلاح سیاسی بود و یک اصطلاحی بود که پشتوانه بسیار محکم علمی هم داشت. براش درست کرده بودن که تاجیک‌ها یعنی فارسی زبان، یعنی فلان فلان. ولی در شرایطی که تاجیکستان استقلال به دست آورد، میگه این زبان تاجیکی اون کارکرد قدیمیش رو از دست داده. حالا میخوان این زبان تاجیکی رو بکنن یک وسیله برای ملت سازی، یک ملت تاجیک از شهروندان تاجیکستان به وجود بیاد. هنوز هم همون صحبت‌های 70-90 سال پیش هست که زبان باید به نام ملت نامیده بشه. مثلا ما تاجیکیم، زبانمون باید حتما بشه تاجیکی. آخه ما میگیم، ببینید شما اون افرادی که این نظر رو دارن میگیم، شما میگید که مثلا ما تاجیکیم، زبانمون باید تاجیکی باشه. ما در افغانستان تاجیکای داریم که به خودشون میگن تاجیک، ولی به زبانشون میگن فارسی. آیا ما و اونا یک مردم نیستیم؟ اگه یک مردمیم، چرا زبان ما و اونا باید دو تا نام داشته باشه؟ من با ایران فعلا کاری ندارم، چون میگن که ما با ایران مثلا جداییم و از این حرفا. حالا باشه، مثلا با ایران اگر کاری نداشته باشیم، ولی در افغانستان که تاجیک‌ها زندگی میکنن، این ما، من خودم از یک منطقه هستم که با افغانستان 50 متر فاصله داره، رود آمو یا همون دریای پنجی که ما میگیم از زیر خونه ما رد میشه، 50 متری خونه ما، اون ورش افغانستانه، اون ور از اون رود این ما صحبت میکنن، مثلا لهجه ما رو دارن، چون مردم ما هستن، ما با اونا یکی بودیم. این منطقه در قدیم برای خودش حکومت داشته، یک سرزمین یگانه بوده. حالا چجوری مثلا گویش من در زبانشناسی تاجیکی بشه مثلا لهجه دروازی زبان تاجیکی، ولی در افغانستان بهش بگم مثلا لهجه دروازی زبان دری؟ کدوم زبان دری؟ اون از کجا پیدا شده؟ آخه این یک زبانه که. و بازم دولت تاجیکستان امروز همون راه شوروی رو داره طی میکنه، میخواد نمیدونم زبان رو یک وسیله ملت سازی قرار بده و
یه ملتی پری بیاره که من نمیدونم موافق میشه یا نه. سپاس از شما. فقط من نمیدونم آیا دوستان شما صدا رو کمی با ایکو میشنویم، فکر کنم باید شما اینجا بلنگو رو خاموش کنید چون صدا بهتر بشه. بسیار خب، حتما این کارو میکنم. من در تایید سخنان امید گرامی میخواستم اینم بیافزایم، برای پدیده ملت سازی و اینکه به این دلیل باید مؤلفه‌ای که یک ملت به خودش داره همراهش باشه تا اون چارچوب ملت شکل بگیره، من فکر می‌کنم به عنوان ملت تاجیکستان یا ملت افغانستان یا ملت ایران این واحدهای سیاسی شکل گرفته است. این اگه به عنوان نیشن استیت داریم صحبت می‌کنیم، این الان شکل گرفته است، بیشتر و بیشتر هم داره شکل می‌گیره و هیچ ایرادی هم درش نیست. مهم این است که این مؤلفه‌هایی که ما در این حوزه‌های سیاسی به عنوان زبان با هر نامی تاجیکی، دری، فارسی صحبت می‌کنیم در موردش، اینها جلوگیری از اون تشکیل یکان یا واحد فرهنگی رو نده. یعنی شما یک پیوستگی احساس کنین، از این گربه ایران کنونی حرکت بکنی، وارد افغانستان بشی، بری از طریق بدخشان و پامیر وارد تاجیکستان بشی و حتی تا حدی بتوانی بخشی از ازبکستان رو از نظر فرهنگی البته که فارسی زبانه رو دربر بگیری، چون فقط مسئله زبان نیست. ببینید ما در آذربایجان هموطنانمون در ظرف چند سده در قرون وسطا، در حقیقت قرون وسطای اروپا و از دوره سلجوقیان به بعد تا دوره صفویه به مرور زبان ایرانی در اونجا جایگزین شد با زبان ترکی، با اقوامی که آمدند در چند موج مهاجرت هم از بالای دریای مازندران اومدن هم از پایین دریای مازندران اومدن و مردمی که ایرانی تبارن، از همین آریابومند و نوروز دارن و آتشکده داشتن و تمام ویژگی هایی که شما برای تبار ایرانی میشناسید در موردشون برقراره. یعنی همیهنان ما در آذربایجان، در زنجان، در اردبیل و همچنین بخشی که امروز بهش میگن جمهوری باکو یا جمهوری خودخوانده آذربایجان، منطقه اران، شروان، شکی، نخشوان، قره‌باغ، عرض کنم خدمتون که آن منطقه هم که میدونیم که در دوره فتحعلی‌شاه از ایران جدا شد تو جنگ های مفصلی که ایران روسیه داشتن، در اونجا شما میبینی مردم تبارشون ایرانی، زبان ترکی شده. این یه چیز متفاوتی است. اینجا زبان نمیتواند ایجاد ملیت بکنه. یعنی یک فردی که در اردبیل زندگی میکنه یا حتی اون ورتر در شروان زندگی میکنه بالای رود ارس، اون قاعدتا اگر شستشو مغزی نشه باید خودشو خیلی بیشتر ایرانی بدونه تا آنکارایی یا استانبولی یا عرض کنم خدمتون وابسته به جریانات به هر حال عثمانی خواه نوین. اما ما در تاجیکستان و در بخش بزرگ افغانستان و در بخشای از ازبکستان و حتی در بخشای از همسایگان غربیمون در کردستان که در امروزه در ترکیه یا عراق قرار گرفته یا حتی سوریه، ما مردم ایرانی تباری رو داریم که حالا در غرب زبانشون زبان ایرانی است ولی فارسی نیست، یعنی کردی، ولی در شرق و شمال شرق زبان هم یکیست و فقط این تشکیل یا پررنگ کردن این نیشن استیت ها یا واحدهای ملی یا تقویت اونا نباید منجر به این بشه که این حوزه تمدنی دوچار مرزبندی های تصنعی و غیر راستی بشه. این سه تا کشور فارسی زبان که ما امروز داریم در واقع ادامه همون ملوک و طوایفی دوران قدیمه. ما یک ایران زمین بزرگی داشتیم که از چین تا ترکیه امروزی رو دربر میگیره و در دوران مختلفی از تاریخ ما حکومت های مختلف اونجا برای خودشون بوده، ولی زبان و فرهنگ همون یکی بوده. حالا دلیل اینه که سه تا کشور به وجود اومده، یه دلیل تاریخی بوده، البته که استعمارگران هم در این کار دست داشتن. اینا رو بذاریم کنار، من میخوام برگردم به اون صحبت خانم الیکا که فرمودن که در تاجیکستان میخوان بعضی از واژه‌های فارسی رو دور بریزن، به جاش بیارن واژه‌های روسی رو که قبلا از زبانمون دور ریخته بودیم. اینا در واقع یک عده‌ای از اون افراد هستن که یا سن و سالی ازشون رفته، دوران شوروی رو یاد دارن، یا یه خورده نوستالژی دارن به شوروی. اینا فکر میکنن اگر ما مثلا به جای جمهوری بگیم رسپوبلیکا، تا
تاجیکستان میشه همون جمهوری شوروی که قبلا بود و زندگیش هم واقعا خیلی خوب بود. من این نکته رو میخوام بگم که منهای بعضی از زورآوری هایی که شوروی ها در تاجیکستان داشتن، خود اون دوران برای تاجیک ها یک دوران طلایی است. این یه واقعیتی هست، اینو ما باید در نظر بگیریم. ولی دیگه راه پسگشتی نیست، وجود ندارد. اصلا شورانی نیست که دوباره تاجیکستان بیاد یک نظام شوروی و یک نظام سوسیالیستی داشته باشه، چون این دولتی که ما در تاجیکستان داریم یه خواسته های برای خودش کاملا دیگری دارد. اینا هم بذاریم. اون چیزی که اونجا میگن که مثلا ما اصطلاحات رو باید اصطلاحات خودمون داشته باشیم، باید از زبان روسی بگیریم، باید از زبان‌های بین‌المللی جهان بگیریم، اینا همش برمیگرده به این دلیل که خط ما غیر فارسی است. ما اصلا برای زبان فارسی تاجیکستان دو تا آسیب بزرگ میشناسن، یکی دستور زبان جدا از فارسی و یکی رسم الخط جدا از فارسی. اینا هر دو تاشون دو تا عاملی هستن که زبان فارسی تاجیکستان رو یا زبان تاجیکی رو از فارسی ایران و افغانستان جدا میکنن و بهش یک هویت مندرآورده میدن که بشه گفت که این مثلا یک زبان جداگانه هست. از نگاه زبان شناختی هیچ زبان جداگانه نیست، این همون زبانه، گونه ای از زبان فارسی هست که در 70-90 سال گذشته شکل گرفته و یک راه کوری رو پیموده واقعا، چون هر یک پدیده ای رو بعد از پیامداش بررسی بکنیم. وقتی که ما زبان تاجیکی رو بررسی میکنیم میبینیم که این زبان شده روزبکی. روزبکی یعنی مخلوطی از روسی و ازبکی و تاجیکی که از زبان فارسی در اون فقط ای مونده. چرا من میگم روزبکی؟ چون تمامی موارد رسمی کاربرد زبان تاجیکی یه حالت مصنوعی داره. شما اگر زبان قانونگذاری تاجیکستان رو بخونید 100% ترجمه از روسی است. شما اگر نام و عنوان‌های نهادهای کشورداری تاجیکستان رو بررسی بکنید کاملا ترجمه از روسی هست، کاملا. یعنی این وزارت‌ها، این سازمان‌ها رو همجوری که در زمان شوروی نام روسی داشتن، همون نام روسیشون رو ترجمه کردن حرف به حرف به تاجیکی که شده زبان روزبکی. این اصطلاحی است که ما به شوخی به کار می‌بردیم ولی الان دیگه جا افتاده متأسفانه. وقتی میگن که زبان تاجیکی جداست، میگم آره زبان تاجیکی جداست و یک زبان روزبکی است. بحثش هم برمیگرده به همون دو تا عاملی که گفتیم، یکی رسم الخط جدا از فارسی در ایران افغانستان و یکی هم دستور معیار جدا از اون دو تا. حالا راه آسیب زدایی چیست؟ اگر دولت ما میخواست در این 24 سال فرصتی داشت که بتونه هم خطمون رو فارسی بکنه هم دستور زبانمون رو یک کارش بکنه که نکرد و ظاهرا نمیخوادم بکنه، چون از خود رئیس جمهورم شنیدیم و از وزراش هم شنیدیم که قرار نیست تاجیکا خط فارسی رو بازیابی کنن. اما اگر ما با این رسم الخطمون و با این دستور زبانمون همجوری ادامه بدیم تا 25 سال دیگه مردم ما کاملا یک زبان دیگری رو خواهند داشت که اونو دیگه نمیشه گفتش فارسی. همین امروز هم با اینکه 24 سال گذشته از استقلال، به اصطلاح استقلال تاجیکستان، به دلیل مهاجرت بیش از حد تاجیکا به روسی، به روسیه، زبان روسی تأثیرش بیشتر شده. اگر قبلا ما فقط اصطلاحات رو از روسی میگرفتیم، امروز دیگه نوشتارمون هم شده روسی. یعنی طرف به روسی فکر میکنه و اون اندیشش رو به واژه‌های نمی‌دونم روسی و تاجیکی می‌نویسه که میشه یک زبان همون روزبکی که گفتم. من میگم که این واقعا یک خطری هست برای زبان ما. اگر فقط ما بیاییم واژه‌ها رو مثلا به جای رسپوبلیکا جمهوری و اینجوری بنویسیم، به نظر من این راه نیست، چون تا دستور زبان درست و علمی نباشه، شما به هر خطی که اونو بنویسید نتیجهش هم باز همون زبان روزبکی در میاد. کاملا درسته و حرف شما هم کاملا موافقم. متاسفانه خب من میخواستم سوالات بیشتری رو مطرح بکنیم در زمینه فعالیت های فارسی سازی یا در حالا
حتی تاجیکی سازی زبان در تاجیکستان که متاسفانه خیلی موفق نبوده و هر بار که من به عنوان یک ایرانی مثلا اعتراض میکردم خیلی ها میامدن و میگفتن زبان شما بسیار عربی زده است و این رو مجوز میدونستم برای استفاده از واژگان روسی و ترکی و ازبکی و آره یه همچنین اتهاماتی هست در واقع. ببینید فرق میکنه، من چون مترجم هستم شعری از متون هر جوره رو از فارسی به روسی ترجمه کردم، از جمله متنای عربی بوده، متنای حقوقی بوده، متنای کتاب بوده، اینم قراردادها بوده، میدونم که در چه وضعی هست زبان فارسی در ایران. ولی برگردیم به زبان فارسی در تاجیکستان یا زبان فارسی تاجیکی، در واقع به دلیل گویش شناسی خود دانشمندای زبانشناس به فارسی تاجیکستان میگن فارسی تاجیکی. این اصطلاحی است که هم فرهنگستان تاییدش میکنه، هم زبانشناسای ایران زیاد به کارش میبرند و ما هم برای اینکه زیاد به سرمون سنگ نزنند میگیم که فارسی تاجیکی. به نظرم این درست تره تا اینکه بگیم زبان پارسی، و به نظر من زبان پارسی بسیار زبان نابی است، زبان شاهنامه‌ای است و این یک زبان آرمانی است. ما بخوایم زبانمون پارسی بشه نمیدونم باید دوران خیلی طولانی بگذره تا ما بتونیم از امکانات زبانی خودمون واژه‌های بسازیم که جایگزین همه واژه‌های عربی و ترکی و روسی و دیگر بشه. یعنی فکر نکنم زبان ما اونجوری پاک بشه و قرار هم نیست که زبان در واقع اونجوری پاک بشه. اما در تاجیکستان چه کار کردن؟ در تاجیکستان از دهه 60 میلادی تا اواسط دهه 80 میلادی که روابط با ایران خیلی خوب شده بود، دوران خروشچف بود، چی بود؟ یعنی تا انقلاب اسلامی ایران رابطه های تنگاتنگی بودند و مردم خیلی ایران خواه شده بودند. اون جریانات بازپیوندخواهی در تاجیکستان در واقع محصول عملکرد دوستانی بودند یا بگیم دانشمندانی بودند که در رشته ایران شناسی تحصیل میکردند و ایران رفته بودند و زبانشناس بودند و اینا. زمینه بسیار خوبی بود. از اواسط دهه 80 میلادی که زبان تاجیکی رو دیگه براش میخواستن زبان دولتی بشه و رسمی بشه تا سال 1994 در تاجیکستان تمامی واژه‌های فارسی که در ایران ساخته شده بودند و به کار می‌رفتن در تاجیکستان هم به کار می‌رفتن، از جمله واژه‌هایی که ما خیلی دوستشون داریم مثل دادستانی و دادگستری و نمی‌دونم چی هست، اونایی که ما دوستشون داریم، از جمله شهربانی که منم خودم پیشنهاد داده بودم که وزارت کشور تاجیکستان برای پلیس به جای میلیسیا این شهربانی رو به کار ببره که نبردند و حالا میشه پلیسیا همین چند روز دیگه فکر کنم. و تا روی کار اومدن آقای رحمان این روند فارسی سازی زبان فارسی تاجیکی یا فارسی سازی تاجیکی راه درستی رو میرفت. ما از ایران هر چی میخواستیم ور میداشتیم. من گهگاهی به شوخی میگم ما تورانی هستیم و چون تورانیان از ایرانیا باج میگرفتن ما باید باج بگیریم، یعنی از زبان تا دلمون میخواد بگیریم هر چی میخوایم. چرا؟ چون زبان ماست، اون زبان ماست. آره وقتی که ما میگیم زبان نمیدونم گلگل شکفا و زبان جهانگیر و فلان مولان مولان، ما به همون زبان اون زبانو میگیم ما، نه اینکه به این زبان قرقاتی که امروز در تاجیکستان هست. این اصلا هیچ ربطی به اون زبان ادبیات جهانگیر فارسی نداره. این که اون زبان نیست، که این یک زبان مملو از واژه‌های روسی و ازبکی و نمیدونم چیه. با اینکه باز هم روند یک روندی هست که بازگشت ندارد، ما سعی می‌کنیم که در حد توانمون اون واژه‌های به در بخورمون رو از فارسی ایران بگیریم بریزیم در فارسی تاجیکی، ولی این راه آسیب زدایی نیست در واقع. این فقط میتونه زخما رو یه ملهمی بماله ولی نمیتوند اون درد رو کاملا درمان بکنه. کاملا درسته. یعنی به نظر من برای حفظ زبان فارسی علاوه بر یک پارچگی یا دست به دست هم دادن همه فارسی زبان ها باید یک اصلاح سازی هم انجام بشه در هر سه کشور شاید، و امیدواریم که این انجام بشه.
ما خیلی بحث‌های دیگه‌ای رو می‌خواستیم انجام بدیم که قبلاً هم با شما مطرح کرده بودیم، فقط زمان برنامه ما به پایان رسیده. من می‌خوام از شما خواهش کنم اگر که برای شما مشکلی نیست ما بتونیم این بحث رو در برنامه‌های بعدیمون دنبال کنیم. اگر شما فرصتی به ما بدید که بتونیم این بحث رو داشته باشیم خیلی خوشحال میشیم و حتما بینندگان ما هم از اون استقبال خواهند کرد. من خیلی شما سپاسگزار هستم که همچنین فرصتی رو در اختیار من گذاشتید که بتونم با فارسی زبان‌های سراسر دنیا صحبتی داشته باشیم. خیلی هم خوشحال میشم که کسی بیاد گفته‌های منو نقد بکنه که بشه زمینه‌ای برای صحبت بعدی. من در خدمت شما هستم تا جایی که دانشم قد میده و تا جایی که میتونم این مشکل رو با دید یک تاجیک بقیه فارسی زبان‌ها نشون بدم خوشحال میشم که ما بتونیم آسیب‌های زبان خودمون رو بشناسیم و بتونیم اینا رو حل و فصلشون کنیم. بزرگواریم. ما هم خیلی خوشحال میشیم. دقیقا همین که گفتید، ما قبلا با شنیدگان برنامه‌های زیاده برای زبان فارسی داشتیم و بحث کردیم در مورد نام زبان، تاریخ زبان، زبان فارسی، تاجیکی، دری، چطور این نام ها شکل گرفتن، به وجود اومدن، رسمی شدن و حتما شنیدن اون از زبان یک نفری که گوشور هستش خیلی میتونه مفید باشه، خصوص که با اطلاعات تاریخی و زبانی که خودتون دارین، سابقه فعالیت طولانی که سالها میدونیم کار کردید بسیار ارزشمنده و همه ما میخواییم بشنویم. شاهین عزیز خیلی ممنون، سپاسگزار از حضورتون در برنامه، ممنون که با ما همراه بودید. سپاس از سردار شما. من فکر کنم این گونه گفتگوها یک آغازی است برای برداشتن گام‌هایی که شاید در آینده زرین منجر به تشکیل یک فدراسیونی بشه که همون ایران شهر بزرگ تاریخی رو به عنوان نه فقط یه نیروی منطقه‌ای بلکه امیدواریم به عنوان یه نیروی جهانی دوباره احیا کنه. از هر دوتون سپاس گذارم. سپاس از شما. سپاس گذارم. بدرود می‌گم.